با ما، شاد باشید بخندید به روی غم ها. ما بدا رو موش میکنیم، حرف تو رو گوش میکنیم، اگه تو دانا نباشی تو رم یه خرگوش میکنیم. الو آقا، مگه نمیدید بچه تو سالن دارن برنامه اجرا میکنن؟ شما قبل وارد شدن به سالن باید تلفن تو خاموش میکردی. آواز بخون شاد باشی، شاید پریزاد باشی، یه لحظه اینجا با ما، از غصه آزاد باشی. الو کیه؟ آه جمالی سلام، چه عجب بعدی یه عمر یاد ما گردی. عروسی؟ نه عروسی چیه؟ اومدم نمایش، نمایش دخترمو ببینم. هریا دیگه نمیدونی چه خانومی شده. آره چی؟ با تلفن صحبت کنم بفرمایید بیرون از سالن. ببین من اینجا نمیتونم صحبت کنم. آره میرم یه جایی که راحت باید بتونم صحبت کنم. باشه باشه باشه، کوشش داشته باش، کوشش داشته باش. شاید داری زاد باشی، یه لحظه اینجا با ما، از غصه آزاد باشی. دنیا چقدر قشنگه، شادی و رنگ و رنگه، ما پریا که باشی آقای غصه آنگه. چی؟ مادر اونم تو کبیر هلگو. دنیا چقدر قشنگه، یه میلیارد. خاطر داره نمایش اجرا میکنه، اون وقت شما دارین اینجا داد میزنین. ببخشید یه تلفن ضروری و حیاتی و اضطراریه. نمیدونم چه مسئله میتونه مهمتر از دخترتون باشه. ببخشید الان حلش میکنم. شما بفرمایید بفرمایید. هیچ حیاتی تر از دخترتون نیست. پریاره چی کارش کنم؟ بابا تنهاست مگه خبر نداری؟ الان 6 ماه ما جدا شدی، مادرش هم رفته، پریا با من زندگی میکنه. عجب نمایش قشنگی بود، به خصوص اونجاش که تو میخوندی. چه؟ چرا رفتی؟ جلو همه دوستام خجالت کشیدم. تلفن واجب کاری داشتم. من نباید آینده تو رو تامین کنم. من همین الان به تو ماما احتیاج دارم، نه فردا. ببین دخترم، من باید برم وسط کبیر تا یه معدن بزرگ رو کشف کنم. خودت میدونی که همیشه کارت مهمتر از من بوده. داری عین مامان صحبت میکنی. مامانم به خاطر همین چیزا رفت دیگه. چی میل دارید؟ چی میخوری بابا؟ هر چی تو بخوری. یه دونه از این، یه دونه هم از این. نوشابم بیار. ببین دخترم، من باید برم، هیچ چاره ای هم ندارم. تو رو با خودم نمیتونم ببرم. یعنی میخوای منو تنها بذاری؟ نه عزیزم، نه دخترم، نه خوشگله بابا. تو رو میذارم پیش مامان. آخ چون مامان، مامان بزرگه. بفرمایید. آخه مادر عزیزم، مادر گلم، یه دفعه به حرف من گوش بده. ببین همین یه بار، همین یه بار بابا، کار مهمی برام پیش اومده، مجبورم برم وسط کبیر، خیلی حیاتیه. پریا تنها میمونه. کارت با هم دار بودی آرزو دخترت؟ مگه آرزو چشم که کاشونت رو به هم زدی؟ خودت مگه این تو نخواستی؟ خودت گفتی فکراتی کردی؟ حالا هم مثل یه مرد از دخترت مواظبت کن. آخه مادر جون، مادر جون برم. نداره من فدای تو بشم. باز شروع کردی، باز شروع کردی.
ما به درد هم نمیخوردیم، با هم نمیساختیم، نمیتونستیم زندگی کنیم. دوره؟ نه مامان. الو مامان، مامان تو مادر منی یا مادر اون غریب پرست؟ پری دریایی منم، سوگل صحرایی منم، با یک اشاره تا ابد تلسم دیو میشکنم. ما بدا رو موش میکنیم، حرف تو رو گوش میکنیم، اگر تو دانا نباشی تو رم یه خرگوش میکنیم. الو الو سلام آرزو. آرزو نه، خانم راستگو. چند باید نوید بگم؟ پریا چطوره؟ خوب، خیلی خوب. امیدوارم. خیالت راحت باشه، جاش خوبه، راحته راحته، همه چیز در اختیارشه. خیلی بهتر از اون موقع است که پیش تو بود. اگر فقط برای همین زنگ زدی باید بگم داشتم آخرین قصه‌مو می‌نوشتم. وقتمو نگیر، حالا بگو چی کار داشتی؟ ببخشید مزاحمتون شدم. الو میدونی یه کار اضطراری واسم پیش اومد، باید برم سفر. پریا رو میخوام یه چند روزی بذارم پلوت. باید حدس میزدم، گفتم که بچه نگه داشتن سخته، یادته؟ از همون اول بهت گفتم. باشه قبول، هرچی تو بگی. بیارمش؟ پری دریایی منم، سوگل صحرایی منم، با یک اشاره تا ابد تلسم دیو میشکنم. پریا پریا سلام پریا، چی کار داری میکنی؟ داشتم شعر میخوندم. ببین پریا، تو رو به جای اینکه بفرستم پلوی مامان بزرگت اینا، بفرستمت پلوی مامانه، موافقی؟ آخ جون مامان، ممنون بابا. میرم حالا میخوابی، صبح زود حرکت میکنی. شیطون رو راهی کنی، باید اون بالا رسید قصه رو دید. قصه نخور مامان، ببین ببین با جستی، تا آخره یه راه دور کنارت هستی. بیا ما قصه داریم، قصه داریم، بیا با هم توی ماجرا بریم. بریم اونجا اونو همراهی کنیم، شیطون رو راهی کنی، باید اون بالا رسید قصه رو دید. بچه ها رو شیطونک ها، پای آب نباد چوبی، گل زدن بردن و بردن، دور شدن از هرچی خوبی. بریم اونجا اونو همراهی کنیم، شیطون رو راهی کنیم، باید اون بالا رسید. اینم از اتاق دختر گلم، از خیلی وقت پیش آمادش کردم.
مامان، دوستت دارم. عزیزم، منم دوستت دارم. خیلی زودتر از اینا منتظرت بودم. دیر کردی. اینم از اتاق من. داری قصه می نویسی؟ آره، یه قصه تازه است. از اینجا چقدر دریاچه قشنگ دیده میشه. میبینی؟ خیلی قشنگه. میگم موافقی بعدن ما هم دیگه بریم تو دریاچه یه دوری بزنیم و قایق سواری کنیم؟ آره آره بریم. چی کار داری میکنی پریا؟ میخوام پا بزنم تو آب. سرده. سرم تو چی؟ وای نه تو رو خدا، من تازه سرما خوردگیم خوب شد. این کلاغ بدی بی تربیت. ماما خیلی خوش گذشت. من که از گشنگی مردم، تو رو نمیدونم. منم گشنم شد. حالا چی میخوری برات درست کنم؟ خوراک، خوراک قارچ. خوراک قارچ، هم مقوی هم خوشمزه. میگم موافقی بریم تو جنگل قارچ بچینیم؟ مامان چی کار داری میکنی؟ من نمیدونم چرا بعضی از این مردم وقتی میان توی طبیعت به این قشنگی فقط آشغال میریزن. دارم اونا رو جمع میکنم. تو قارچ پیدا کردی؟ نه هنوز. بگرد تنبل بگرد. میخوام برم قارچ بچینم. قارچ چقدر سمیان؟ ولی ماما خیلی خوشگله. مگه میشه قارچ به این قشنگی سمی باشه؟ ببین عزیز من، درسته که اینا خیلی قشنگن، اینا اینقدر سمیان که ممکنه حتی اگه دستم بهشون بزنی مسموم بشی. باید مواظب باشی. اینهاش هم ساده است هم سالمه، خوراکیه. ببینم. بیا کوچولو، وای چقدر تو خوشگلی. بیا بریم خونه ما. آخه بیا عزیز. بابات که میگفت هر چند وقت یه بار از این خوراکا برات درست میکنه. یه بار درست کرد، مجبور شد بریز دور. گربه‌ای تو کوچه‌مون هم نخوردن. مامان تو بابا رو دوست داری؟ دوست؟ در واقع براش احترام قائلم، به خاطر اینکه پدر توئه. ولی برای من یه غریبه است. مامان تو اینجا
تنها نیستی؟ تنها نیستم، چون تو توی قصه های منی. مردم اینجا خیلی خوب و مهربونن. از همه اینا مهمتر، صمیمیترین دوست من اینجا همین طبیعته. حالا دیدی تنها نیستم؟ خانم رضایی. سلام خانم رضایی. سلام خانم راستگو. سلام، مزاحمتون شدم. چطوری پریا؟ خوبی؟ سلام، شما من از کجا میشناسید؟ خب آخه مامانت انقدر دوست داره اسم یکی از شخصیت‌های اصلی داستانش رو گذاشته پریا. خب کجا رسیدین خانم؟ کتاب فروشی ها منتظرن. بله، باید هرچه زودتر تکلیف این جادوگر بدجنس قصه‌مو روشن کنم، ولی چون پریا اومده پیشم، بعد خب یه ذره بهش برسم دیگه. شما نگران نباشید، به موقع میرسونمش. من خیالم راحته، بچه‌ها که صبر ندارن. باشه، بازم سعی خودم میکنم. باشه، منتظرم. مامان آرزو جونم، بالاخره میخوای با این جادوگر بدجنس چیکار کنی؟ دیگه وقتشه که بره. فقط همینقدر بهت بگم که این بار اون داره از هوش و حواس بچه‌ها به نفع خودش استفاده میکنه. چرا؟ خب خنگه دیگه. چطوری کار میکنه؟ ای ناقلا، میخوای از رمز و راز قصه من با خبر شی؟ صبر کن حالا. مامان میشه قصه تو بخونم؟ میشه، به شرطی که قول بدی برای کسی تعریف نکنی. باش. خیلی قشنگه مامان، ولی فرشته به چنگ جادوگر میفته؟ خودم هم دارم به همه فکر میکنم. سر کله این دختره پریا پیدا شد. منتظرش بودم طبق داستان. نباید بذاریم آرزو قصه رو تموم کنه. خودم به تنهایی ادامه قصه رو می نویسم، اونطور که دلم می خواد. آخه چجوری؟ همون جوری که تونستم از چنگ قصه های نویسنده های مختلف فرار کنم. این دفعه فرق میکنه. آرزو میخواد به بچه ها یاد بده که دیگه گول تو رو نخورن. سلام فرشته. سلام آرزو خانم. ببینم تخم مرغ که بر من گذاشتی کنار. آره امروز اصلا تخم مرغ نیاوردم، حتما براتون میارم. باشه، ولی فردا یادت نره ها، سهم منم بذار کنار. چشم خانم. ببینم اون بر چه خبره. تو دختر آرزو خانمی؟ بله. اسمت چیه؟ پریا. چیزی جا نمون؟ نه، بریم. مامان جانم، اون دختره که اسمش فرشته است تو قصه تو هم بود؟ از کجا فهمیدی؟ آخه اسمش تو قصه بود. فرشته دختر خیلی باهوش و زرنگی ها، مثل فرشته تو قصه شما. درسته؟ میتونم بگم از اونم زرنگتره. حتی از منم زرنگتره؟ ای وای 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 وای، آخه کی به زرنگی تو میشه؟ سوخسیانا در صندلی خودش جا به جا شد و با عصبانیت به پرکانا گفت ای بی ارزه، تا کی من باید بی ارزگی های تو رو تحمل کنم؟ پرکانا
با خودش فکر کرد من که همیشه ماهی میخورم پس چرا باهوش نمیشم؟ ماهی؟ آره، آخه ماهی برای مغز و سلامتی خیلی خوبه. پرکانام به خیال خودش میخواد ماهی بخوره که باهوش بشه، نمیدونه که اصلا مغز نداره. نداره؟ مگه میشه؟ آره، آخه سخسیانا مغز پرکانا رو هم خورده. حالا بقیهش رو بنویس، تازه رسیدیم به جای حساسش. پرکانا چرخی به خودش میزنه و دوباره تبدیل میشه به همون کلاغه. دستی به سیبیلاش میکشه و سیبیلاش؟ آره، آخه جادوی جادوگر فقط به سیبیلاش اثر نمی کن. با سر کله این کلاغ مدهن پیدا شد. باید یه فکر دیگه بکنیم. کلاغ بدجنس، آخ تبرم، آخ سرم، نمیتونم بپرم. خرسای گنده و خنگ، منم که پشت درم. تو کی هستی؟ یعنی خودشه؟ 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 اینگای کله پوک، شما را باید انداخت تو مردم. خب؟ حاضر میشه. تو چقدر شکمویی؟ سلام آرزو خانم. سلام فرشته جان. اینا همش مال ماست؟ همش مال شماست. بدش به من، دستت درد نکنه. میخوای اتاقم رو بهت نشون بدن؟ چند تا عروسکم دارم ها. نه، من کار دارم، باید برم. بیا حالا دیر نمیشه. فرشته نگاه کن، این همون خرگوشیه که دیروز تو جنگل دیده بودمش. نگاه کن چقدر خوشگله، میخواستم بگیرمش فرار کرد. ببین حالا خودش اومده، بیا ببرمش به جنگل. نه میخوام نگهش دارم. نه بیا ببرمش به جنگل، از همون جایی که اومده. کجا داری میریم بچه ها؟ داریم میریم این خرگوشو برسونیم خونش. خیلی دور ندینا، یاد راحت.
کم تو دست این دو بچه گیر افته، نکنه خفش کنن. تو چرا تنهایی؟ خیلی وقت پیش پدر و مادرم تو همین جنگل گم شدن. از این موقع من تنها. خیلی سخته؟ خب آره. از این وقت مادرتو هم خیلی به من سر میزنن. راستی میدونستی مادرتو به من درس هم میده؟ آره قبلا معلم بود، ولی از موقعی که بابام جدا شد دیگه اومد اینجا. مگه اونو با هم دعوام میکردن؟ نه ولی که این موقع هم میفهمیدم دارم دعوام میکنم. ولی پدر و مادر من همیشه با هم دعوام میکردن سر چیزای بی خود و بی جهت. آخرم همین لجبازی هاشون باعث شد که گم بشن. تا همینجا خوبه. ای وای بیچاره شوهرم، میخواد چیکارش کنم؟ نکنه میخوام بکشنه؟ ای بابا تو قور میزنی، واسه ببین چی میشه. ببین استاد احترامت واجبه ها، ولی قرار نیست واسه سر شوهر من اینجوری صحبت کنی ها. ما با هم تفاهم داریم، دوستم ندارم تو مسائل خانوادگی ما کسی دخالت کنه. ولش کن بره. آخه من اونو خیلی جلو تردیده بودم، این خرگوش رو خونه خودش رو بلده دیگه. ول کن بره. برو کوچولو برو. کجا بودی؟ مگه استاد نگذاشت کارت انجام بده بیا بیرون؟ بله اما قرار بود هر کی میاد اینجا به من خبر بدی. اه بادم که باید این دروستی کنی، من از شما خسته جان، شما نمیخوا آدم بگی؟ آه داشتم بازی میکردم دیگه. سه سوتا باید به عرض برسانم که این کل پوکا نتونستم اون دستگاهی رو که عرضو بهش قصه هاش رو می نویسه به چنگ بیارن. بلند شو برو بخواب. نه میخوام ببینم چی میشه. این قصه امشب تموم نمیشه، بقیهشو فردا بخون. شب بخیر. سنتور شلیورتون زورم بگیل ابرو نجده بینز سن ترگفت ملچر کلر فو. سن تفرا سن قرملش که زانتار فنید. هلر فو یعنی چی؟ نتتا خل حقق شروع شد. به جنگ تا به جنگی سن درد شه سن خیوارا زیان میبرد شن سرا نی
سرمشان ترکلف رقنل سو سان خودار مامان سلام خانم راست سلام. قصه تازه مامان تو خوندی؟ بله خیلی خوبه. مامان آرزوت کجاست؟ نیست؟ نه از صبح که بیدار شدم نبود. آها نمیدونی کجا رفته؟ نمیدونم. خب اگه اومد بگو حتما با من تماس بگیره. چشم. باشه خدافظ. از صبح که بیدار شدن ندیدمش. خب حتما برمیگرده. میشه بیام پیش شما؟ Thank you.
تمام قصه ها رو من می نویسم. من سوخسیانا از این به بعد من محبوب بچه ها میشم. تو نمیتونی، آخه از عشق بچه ها خبر نداری، اونا تو رو دوست ندارن. مطمئن باش خدا نمیذاره، اون بچه ها رو دوست داره، برای همینم به حرفشون گوش میکنه، مخصوصا وقتی بچه ها از شر مثل توی به اون پناه میبرن. یعنی چی؟ یعنی این قسمتی از قصه است؟ آره درست میگه، مثل که یواش یواش دیگه داری باهوش میشی، ماهیایی که خوردی کار خودشو داره میکنه. یعنی تو ماهی میخوری که باهوش بشی؟ و سالم. چشمم روشن. وای 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 سر تقن چیکل بر بو سنتخ. قصه های تو رم به همین راحتی عوض میکنم. من نمیذارم که تو منو از توی قصت از بین ببری، فهمیدی؟ میدونی؟ شاید اگر مثل تو باشم اون وقت بچه ها دوستم داشته باشم. زمانی رو فکر کن که قصه های من به جای قصه های تو چاپ بشن، اون وقت بچه ها با قصه های من به خواب میرن، البته خواب بعد. تو اشتباه میکنی سوخسیانا، تو زایده خیالات منی، بچه ها به حرفت گوش نمیکنن، تازه عاقبت تو رو فقط خودم میدونم. سانتو رتق سلبرگ. خدایا خودت بچه ها رو حفظ کن. آرزو مادر پریا تو همین جنگل گم شدن، ما باید بهش کمک کنیم، آخه اون به کمک نیاز داره. نگران نباش، ما بهش کمک میکنیم. آرزو آرزو ببینید بچه ها، درخت ها فراوونن، دیگه جلوتر از این نمیتونیم بریم، مانع رفتنمون میشن. من بهتون قول میدم فردا پیداش کنم، نگران نباشید. نمیشه آخه، به همین امشب مامانم میخوام پیدا کنم. بخوا اون که بچه نیست، اون آدم بزرگی راشو پیدا میکنه، نگران نباشید عزیز من. بهتره که برگردیم بچه ها. بهتر که برگردی. عروسک من قصه نخور، اگه مامانم شب غمگینه، دوست نداره مثل قدیم پیشم بشینه، عکس مامانو میکشم تو خواب خالی، شاید آروممون کنه عکس خیالی. بیداری؟ مثل تو تو هم بلد این کار بکنی؟ مثل تو مامان.
از دیشب تا حالا خیلی نگرانت بودم. و از دیشب تا الان همه جا رو دنبالت گشتن، بعد تو اومدی اینجا گرفتی خوابیدی. بذار برسیم خونه تنبیهت کنم. مامان یکم آرومتر، خسته شدم. ای دختری لوس، هر چی تا الان لوس بازی در آوردی دیگه بسه. مامان یواشتر، دیشب کجا بودی؟ کلی تو جنگل دنبالت گشتم. جنگل؟ بله جنگل؟ من جنگل نبودم که. پس کجا بودی؟ همینجا، این خونه دوستم. مامان، خودت گفتی میذاری بقیه قصت رو بخونم. بس کن بچه دیگه یه ریز حرف میزنی. قصه دیگه بی قصه، از این بعد قصه خوندن ممنوع، دست رازی هم ممنوع. سلام آرزو خانم، کجا بودین؟ خیلی نگرانتون بودم. حالا که میبینی چیکار داری؟ خب هر بیچاره گفتم، پری تنها بود، شب اومد پیش ما، گفت که تقصیری نداره. هم پری ها اشتباه کرد، هم شما غلط کردی. برای تو دختانه رو آوردم. خیلی بدی مامان، فرشته که این همه مهربونه، چرا باش این شکلی حرف زدی؟ ببین پریا جون، من دیشب همش تو جنگل راه رفتم، این ور اون ور خسته شدم، بد اخلاق شدم یه ذره دیگه. سردی ماما. آره گفتم که به سرما خوردم دیشب تو جنگ، قد سرد بود بهت گفتم. سرما مزاحم من نشو پری، اینجا هم نشین. ولی مامان من همیشه کنارت میشستم. گفتم که دوست ندارم بخونی. مامان. بله حتما از دست من خسته شدی. میخوای زنگ بزنم بابا بیاد منو به خودش ببره؟ اینجوری بهتره. خسته شدی؟ عروسک من بوسه نخور، اگه مامانم شب غمگینه، دوست نداره مثل قدیم پیشم بشینه، عکس مامانو میکشم تو قاب خالی، شاید آرومم کنه عکس خیالی. مامان دیگه مثل گذشته منو دوست نداری؟ یا تر وقت قصه مینوشتی میگفتی بیا بخون؟ شاید بابا راست میگفت، من پیش اون راحت ترم. مامان برام یه لالایی بگو، یه قصه بگو خوابم ببره. لحظه هم نخوابیده، داره رو قصهش کار میکنه.
حتما خیلی خسته شده. آره خیلی هم بد اخلاق. خب مامانت خیلی کار میکنه، ناراحت نباش، هر وقت کارش تموم بشه خوب میشه. بعضی وقتا مادر پدر رو یه فکرهایی میکنن که ما نمیتونیم بفهمیم، به خاطر همین ناراحت نباش. این هرم بده به مادرتا. اون که گفت تخمه مرغ دوست ندارم. نه بابا همینجوری گفتش، من که به تو گفته بودم. بیدیم چی بابونی، اینو ببر باشه خورشت خوشمزه درست کن، بعدا بده به مادرت بخوره. باشه من دارم میرم. کجا داری میری؟ میرم قارچ بچینم. مواظب خودت باش. خوشمزه ای درست کردم. چقدر خوشمزه بود پریا، فکر نمی کردم دست بخوره. خوشمزه بود. راست میگی مامان، آخه با اون تخم مرغی که فرشته آورده بود درستش کرده بودم. تخم مرغ؟ تخم مرغ؟ آخه من از سخم باق من هم یاد. آخه تو چه شده ماما؟ پریا، پریا تو فرشته رو ندیدی؟ چرا؟ بعدش هم رفت تو جنگل. گفت میره قارچ بچینه؟ آره. چی شده؟ هنوز خونه نیومده. بریم تو جنگل، بریم. فرشته مثل همیشه وارد جنگل میشه و برای چیدن قارچ همه جا رو میگرده، اما هیچی پیدا نمیکنه که نمیکنه. سخسیانا که هوش و زیبایی فرشته رو میخواست توی جنگل با فرشته روبرو میشه. فرشته سخسیانا میخواهد که از هوش و زیبایی اون استفاده کنه. قصه اینطوری نبود. بدم میاد آرزو پریا ازتون بدم میاد.
حالا فهمیدم. گفتم این مامان آرزوی من نیست. خودم میام کمکت مامان. تو رفته رفته بدون اون گردن بند قدرتت رو از دست میدی، دست میدی و تبدیل به هیچ میشی. او ولی اینقدر هنوز قدرت دارم که تو رو تبدیل به یک سوس کنم. شاید بتونم کمکت کنم که دوباره قدرتت رو به دست بیاری. چه جوری پرکانا؟ چه جوری؟ ولی باید قول بدی، قول بدی که دیگه منو تغییر قیافه ندی. دیگه خسته شدم از بس کلاغ شدم. هستی؟ من سوسیانا محمقا. یعنی خودشه؟ خودشه؟ خودشه بفرمایید. تو چه؟ تو کی هستی؟ من سوسیانا. سوسیانایی؟ دنبال مامان آرزوت اومدی؟ اگه راست میگی بیا منو بگیر. چرا در میری؟ بایسا ببینم. آخ دیو آخ دیو افتاد تو دله گرفته وی افتاد تو دله گرفته وی آخ دیو افتاد تو دله گرفته وی قار قار گردم بندم. چقدر حالم خوبه، دوباره تونستم قدرتم رو به دست بیارم. تو منو خیلی اذیت کردی، میخوای تو رو تبدیل به یک خرمگس یا یک قارچه سمی بکنم؟ ولی از اون جایی که من تو رو دوست دارم و حتی احساس مادری نسبت به تو دارم، میبخشم. اما به یک شرط، که بری پیش مامانت و بگی با من همکاری کنه و هر آنچه که من میخوام بنویسه.
قبوله؟ نه خیر، من قبول نمی‌کنم. شما از تو قصه‌های مامان من در اومدید. بعدشم مامان من اونقدر قدرت داره که شما رو از بین ببره. تازه من اومدم کمک مامانم. مامانم، من هم هوش و ذکاوت بیشتری نسبت به مامانت دارم و هم زیبایی بیشتری و حتی خیلی بهتر از مامانت میتونم بنویسم. پلکانا! بله قربان. اینو ببر پیش همون مامانش. ببریدش پیش مادرش. فرشته تو هم اینجایی؟ پریا، پریا، مامان من باورم نمیشه تو اینقدر بد اخلاق شده باشی. میدونستم تو هم میای کمک ما. مثل قصه‌ای که نوشتی هم میخوای بنویسی؟ هنوز مونده بود که تمومش کنم، ولی نه اینجوری. حالا چی کار کنیم؟ میدونید اگه سخسیانا قصه رو به نفع خودش تموم کنه چی میشه؟ آره میدونم چی میشه. پریا جون نگران نباش، خدا کمکمون میکنه. خب ظاهرن همه چی برای اینکه من قصه خودمو کامل کنم آماده است. میبینم که جمع قهرمانام جمعه. من نمیذارم که تو منو از توی قصت از بین ببری. اشتباه میکنی، حالا میبینی که ما زودتر این قصه رو تمومش میکنیم. میبینی؟ بعدشم نوبت به پریا و فرشته. پرکانا مواظب اینا باش. قربان. در آخر آرزو در قصه نابود می شود و از سوکسیانا برند. همه آدم های قصه منو تو دنیای واقعی هم میتونی ببینی. یعنی بابا اینقدر بدجنسه؟ نه دخترم، این دفعه دیگه مربوط به قصه است. مامان تو که اینا رو تو قصه را دادی حتما اونا رو خوب میشناسی. مثل همین پرکانا خیلی احمقه. چی میگین هی با خودتون بس بس میکنید ها؟ ما؟ هیچی؟ داشتیم از شما تعریف میکردیم که چقدر کلاغ زیبا و خوشگلی هستی. بازم که داری حرف میزنی؟ من از این حرفا خوشم نمیاد. حالا تا آخر عمرتون اینجا میمونی، انقدر اینجا میمونی تا موهاتون
مثل دندوناتون سفید بشه. ها فهمیدین؟ خب آرزو خانم بازم برای بچه ها قصه می نویسی؟ تا آخر عمرم. بازم منو اینطور که هستم می نویسی ها؟ خب ماما به خیال داره درباره توی قصه خوب بنویسه. راست میگه زیبا، باهوش، صاحب جادوی نامحدود. واقعا؟ ببین یه موضوعی رو میخواستم بهت بگم. آره بگو. تو میتونی کاری کنی که من از شر این سخسیانا خلاص بشم ها؟ مامانم همه کار میتونه بکنه. حتی میتونی کاری بکنی که من قدرت اونو به دست بیارم، از من اطاعت کنه ها؟ خب معلومه. سخسیانا ببین چیزی به سخسیانا نگذی این حرف. دیدی گفتم احمقه. آخه ماما اینجوری نگو منو یاد بابا میندازه. پاک میکنم همه ی نوشته ها رو. هی خنگولک، ده بار بشین و پاشو. قصه نویسه نمیشه باورش که من نوشتم همه رو تا آخرش. سلام خانم راستگو. خانم راستگو شما کی هستین؟ شما؟ من؟ خب شما؟ خب منم سوکسیانا هستم، خوشبختم. شما کی هستین؟ من شما رو تا حالا ندیدم. گفتم که همکار جدیدتون هستم. ولی من فکر میکنم شما رو تو قصه های خانم راستگو ندیدم. چرا دیدید؟ خب شما اونجا چی کار میکنین؟ خانم راستگو کجان؟ عرض کردم خدمتتون که ایشون کار داشتن، ادامه کارو به من سپردن. ولی نمیشه، خودش باید بنویسه. ولی نداره، همین که من گفتم. شما میخواین قصه رو بنویسین؟ از این به بعد قصه رو ما مینویسیم و شما قصه ها رو به بچه ها میدید. همین قصه ها رو به بچه ها میدید تا بخونم. سب کن خانم راستگو کجا؟ خاموش نکن، سب کن. ساکت. هر کی زودتر این قصه رو بنویسه اون برنده است. آرزو که بیکار نمیشینه. بد کردی. به تو ربطی نداره. اون چیزی که من میگم درسته. میخوای همین الان سوسکت کنم؟ میخوای عنکبوتت کنم؟ میخوای از این شپشای کوچولوت بکنم؟ میدونی؟ همه چی؟ عجق و عجقش قشنگه. اون که درست می نویسه خیلی مشنگه. چه شعر با نمکی شد. همه چی عجق و عجق قشنگه. اون که درست می نویسه مشنگه. چطوری این کارو میکنی؟ ماما خودت گفتی آدم تو دنیای خیال همه کار میتونه بکنه. تازه فرشته هم میتونه این کارو انجام بده. وقتی ما این چیزها رو تو آسمونا مینویسیم یا میکشیم،
خدا هم به اونا توجه میکنه، به خاطر همین اونا رو زود نشون میده. و اگه از ته قلب باشه خیلی زود بلاورده میشه. شما بچه ها چه قدرتی دارین که ما بزرگا ازش خبر نداریم. چه فکر خوبی بچه ها، ما میتونیم قصه رو تمومش کنیم قبل از اینکه اون سختیانا این کارو بکنه. خوب گوش کنی، من قصه رو کلمه به کلمه میگم، شما هم تو آسمون بنویسی. عجب فکری مامان. آره درسته. آماده این؟ وقتی سختیانا وا او و سخسیانا ضعیف و ضعیفتر می شد. ابقا کدبقا ابقا کدبقا. دختر یک گستاخ برید دنبالش، داره می نویسه. وای وای نگفتم اشتباه می کنی. تا اینکه بچه ها حواستون جمع باشه، اون فوزوله باید که روش کم بشه. با هم دیگه دستامونو پل کنیم، تله بسازیم، همگی گل کنیم. باید برم خبر بدم. وقتی که اومد به پره با سرعت، تنابمونو بکشیم با جرعت. فرشته و پریا آفرین دست. وای دیگه سوخی، مردم، پر و بالم شکست. آفرین بچه ها.
اگه همینجوری پیش بریم ما برنده میشیم. وا ابقا کدابقا ابقا کدابقا لعنت به شما، شما هیچ جا نمیرید، من پیروز میشم. همه چی شد مثل اولش؟ البته بدون لجبازی. آرزو، پریا. آرزو نه، خانم راستگو. خانم راستگو، چشم. آرزو، برگرد، ما بی تو نمیتونیم زندگی کنیم. قبول کن دیگه، دوباره با هم زندگی میکنیم، برگرد. پریا و فرشته، بیاین اسم خودتون رو پایین قصه تایپ کنید. آخه این قصه رو شما تمومش کردین. نه مامان، قصه ای توه، اسم خودتو بنویس. بعد از اون روز هیچکی نفهمید که سوخسیانا از بین رفت یا نه. این قصه ادامه داره. عزیزم تموم شد ماما؟ بالاخره داره تموم میشه.
واقعا این قصه ادامه داره؟ نمیدونم، خودم هم دارم بهش فکر میکنم. آخه اینجور چیزا همیشه هست. ببینم تو چه لباس قشنگی پوشیدی. باباس هنوز حاضر نیستی؟ زود حاضر شو بریم. میبینی که من حاضرم، شما دیر کردی. حمید دیر نکنی تو رو خدا دوباره. خیالت راحت باشه. را بیفت بریم. خداحافظ. خداحافظ. باز چیزی جا نذاری؟ امیدوارم که شیطون هیچ بچه ای رو نتونه گول بزنه. آرزو راستگو. خوب شد گفتم چیزی جا نذارینا. گفتم.